خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم. امیدوارم تا این ساعت روز خوب و مبارکی رو شروع کرده باشین. در کنار همسرم کشیش شهریار هستیم و میخواییم باز این بحث شیرین نگفتن رو با هم ادامه بدیم. خدا رو شکر. منم سلام میگم خدمت همه شما عزیزان بیننده. افتخاریه در خدمت خدا بودن، در حضور شما بودن و در کنار همسر عزیزم مینا جان بودن. مرسی. برای شما عزیزانی که بار اول برنامه ما رو میبینین، من یه مقدمه کوچولویی فقط از این ماجرای نگفتن میگم. شاید براتون عجیب باشه، بحث تازهیه، خیلی ها این بحث رو تا حالا نشنیدن و اینقدر باعث برکت بوده برای ما و کلیسای ما که همه ما رو تشویق کردن که این رو به تمام فارسی زبانان عزیز در دنیا اگه شده از این طریق تلویزیون برسونیم و واقعا زندگی های ما رو عوض کرد. اگرچه قبلا جاهایی نگفتیم، اگرچه سالها پیش در تربیت فرزندانمون جاهایی نگفتیم، ولی چیزهای تازه‌ای برای ما باز شد و دیدیم که این نگفتن چقدر زندگی ما رو و زندگی همه رو میتونه عوض بکنه، پربرکت بکنه و زندگی های ما رو چه روحانی، چه جسمانی، چه خانوادگی، چه قومی محافظت بکنه. و دیدیم که یک کلمه مس شده از آسمانه. اولین نه رو در کلام خدا خود خدا گفت و افراد مختلفی رو در کتاب مقدس مثال زدیم در طی این برنامه های متعددی که داشتیم. کسانی که میبایستی به خدا بله میگفتن و به نفسشون یا به شرارت و خواسته های نفسشون نمیگفتن، ولی نگفتن و نتایج و عواقب دردناکی رو به دنبال داشتن، نه برای خودشون فقط بلکه برای اطرافیانشون و اجتماع و قوم خدا و همچنین حتی آدم هوا که هنوز عواقب اون نگفتنشون دامنگیر همه بشریت شده. و به خاطر عیسی مسیح خدا رو شکر میکنیم که اومد تا این عواقب رو نیز بر صلیب برداره. و واقعا میبینیم که این نه‌ایه که میبایست اول از همه به خودمون بگیم و بعد به دیگران و به دنیا و نفس و شیطان. و وقتی که به خودمون بگیم در برابر خیلی از خواسته ها و هوس ها میبینیم که چه پیروزی ها نصیب ما خواهد شد. این نه میبایستی با قدرت، با اقتدار بیان بشه، با صدای رسا، با شهامت، با جسورانه بیان بشه و طوری که حتی خودمون هم باور بکنیم، دیگری نیز این باور روش میاد که این نش دیگه اصلا درز و شکافی نداره، مولاش نمیره، نمیشه این رو راضی کرد، چون روی حقیقتی، روی اصولی داره زندگی میکنه و این نه رو اعلام کرده. و خیلی چیزهای دیگه که الان در فرصت وقت ما نیست، ولی خواستم برای شما عزیزان مقداری از این درس نگفتن رو بگم که برای بار اول پای تلویزیون میشنید، پای صحبت ما مینشینید. و به طور کلی دیدیم که نه ما رو محافظت میکنه و زندگی همه ما رو عوض کرده و آرزو و دعای ما این هست که زندگی شماها نیست با این سری دروس عوض بشه. بررسی کردیم که در دو هفته گذشته بررسی کردیم که به فرزندانمون نیز نباید بگیم. این جایی که خیلی از مردم الان در روانشناسی جدید، در دنیایی که داره شکلش عوض میشه، اونطور که باید سر جای خودش نیست، خیلی چیزها به فرزندانشون نه نمیگن. میگن بچه ها عقده‌ای میشن، بچه ها نمیدونم چجوری بار میان، اسامی مختلف به کار میبرن. ولی واقعا میبینیم که مردان بزرگی در تاریخ، مخصوصا در کتاب مقدس وقتی میخونیم، میبینیم مسح خودشون از دست دادن، نقشه خدا اونطور که باید به طور کامل تو زندگیشون پیاده نشد، برای اینکه نه نگفتن. و در اینجا میبینیم خیلی ها بودن که به بچه هاشون هم نه نگفتن و نه تنها خودشون صدمه دیدن، خودشون از بین رفتن، بچه هاشون از بین رفتن، بلکه قوم خدا صدمه بسیاری دید. و مثال ایلی کاهن رو زدیم، به پسران خودش نه نگفت، از مقام کهانتش برکنار شد. اونها گناه میکردن، گناهان خیلی شنی، و ایلی میبایست اونها رو از خدمت برکنار میکرد، یک نهی محکم بهشون میگفت، ولی خیلی نهی ضعیف و شلی بود که هیچ به درد نخورد و نه ایلی میبایست بسیار قوی و رسا ادا میشد. و متاسفانه مرد خدایی نزد ایلی میاد و اون نبوت داوری خدا رو براش اعلام میکنه که کهانت رو برای نسلش از دست میده و پسرانش رو از دست میده، چون اونها باعث عصیان قوم خدا شده بودن.
ولی ایلی اونطور که باید با این مشکل روبرو نشد و برخورد نکرد و چون برخورد صحیح نکرد و نه نگفت حذف شد، برکنار شد. سموئیل نیز همینطور صحبت کردیم در جلسه قبل که به فرزندانش نه نگفت و کلام خدا میگه فرزندانش در نظر خداوند شرارت ورزیدن و میبینیم سموئیل با اینکه بین مردم میدونست چطور محکم نبگه، چطور دید که چه بلایی سر ایلی اومد وقتی به فرزندانش نگفت، ولی پاشو جای پای ایلی گذاشت چون نمونه خوبی نداشت. کنار ایلی بزرگ شده بود، ایلی مثل پدر بود براش و این پدر نمونه خوبی نبود برای سموئیل. و میبینیم که واقعا نه حفاظی از آسمانه برای ما و فرزندان ما و قوم ما و حتی برای مسح ما، مسح ما محفوظ میمونه وقتی که بتونیم نبگیم. این دعوت و خوانده شدگی ما، خدمت ما، بله، برای تمام اون محفوظ میمونه. بله. خیلی اونو از دست میدن. بله. در برنامه قبلی راجع به داوود و فرزندانش گفتیم که چطور امنون خواهرش ناتنیش رو ذلیل میکنه و بعد تامار رو و ابشالوم که برادر تنی تامار بود ناراحت میشه. اگر داشتیم فکر میکردیم واقعا اگر داوود به درست و صحیح جلوی امنون وای میستاد و نمیگفت و امنون رو صحیح و بر طبق شریعت مجازات میکرد و دل ابشالوم خنک میشد، یه ذره دلش آروم میشد، نقشه قتل برادرش رو شاید نمیکشید، میگفت پدر به اندازه کافی مجازات کرد برادرمو. نه امنون، ولی بعد وقتی که داوود کاری نکرد ابشالوم نقشه قتل برادرش رو میکشه. چرا؟ چون خواهرش اذیت کرده بود. پس میبینیم که امنون رو میکشه و در انتها خودش هم کشته میشه. شاید اگر، شاید که نه، تقریبا مطمئنیم داوود اگر درست برخورد میکرد در ماجرای امنون و تامار، نه امنون کشته میشد و نه ابشالوم. ابشالوم هم درس یاد میگرفت از پدرش داوود در مقابل اینکه یاد میگرفت نه بگه، حتی به خودش، حتی به خواسته هاش. ولی همون ابشالومی که مجازات نشد، برادرشو کشته بود و مجازاتش حتی مرگ بود، ولی میبینیم که هیچ مجازات نمیشه و وقتی نه رو نشنید از پدرش، یاد نگرفت، شورش میکنه بر ضد پدرش، میخواد سلطنت رو از دست پدرش بگیره و چه کارا که میکنه میبینی. ولی به هر حال این دو پسر رو داوود از دست میده. اگر یک نه میگفت، اگر یک تربیت درست بود، اگر سر هر چیزی به اندازه تنبیه میشدن هر کدوم، این فرزندان زنده میموندن و داوود غم از دست دادن فرزندانش و ذلیل شدن دخترش رو شاید نمیدید. ممکنه. ما امروز میخواییم در مورد عهد جدید صحبت بکنیم و نگفتن در کتاب عهد جدید. عهد عتیق رو خوب بررسی کردیم در 10 جلسه گذشته و دیدیم که چقدر نمونه ها زیاده و چه فجایعی به وجود اومد وقتی که اینها نه نگفتن. در عهد جدید وقتی نگاه میکنیم، بهترین یا اولین نمونهی که در اناجیل به چشم ما میخوره شخصیه به نام یهودای اسخریوتی. یهودا که جزو حواریون بود، یهودا که جزو 12 شاگرد عیسی مسیح بود، با مسیح را میرفت، معجزات مسیح رو میدید، در تعالیم او شرکت میکرد، نتونست به نفس خودش بگه نه. یهودا کسی بود که طمع داشت، هرچند خزانه دار بود، ولی کلام خدا در انجیل یوحنا می نویسه که او از خزانه می دزدید. آدمی بود پول پرست، آدمی بود که به این حرصش نمی تونست بگه نه. اون چیزی که ما در زندگی یهودا می بینیم، بله 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 بله، یک یسمن واقعی بود. یهودای اسخریوتی به نفس خودش می گفت بله، به خواسته های کاتبان و فریسیان و رؤسای دینی می گفت بله، به هر چیزی که دلش میخواست میگفت بله. اجازه بدید در انجیل لوقا چند آیه هست که براتون بخونم، اگه با منم باز بکنید. انجیل لوقا باب 22، انجیل لوقا 22 از 3 تا 6 ببینیم یهودا چجور آدمی بود. اما شیطان در یهودای مسما به اسخریوتی که از جمله آن 12 بود داخل گشت و او رفته با رؤسای کهنه و سرداران سپاه گفتگو کرد که چگونه او را به ایشان تسلیم کند. ایشان شاد شده با او عهد بستند که نقره‌ای به وی دهند و او قبول کرده در صدد فرصتی برآمد تا او را در نهانی از مردم به ایشان تسلیم کند.
یهودا فقط میگفت بله. یهودا میتونست به نفس خودش، به اون طمعش، به اون زیاده خواهیش، به اون پول پرستی خودش بگه نه. میتونست بایسته جلوی اون کاتبان و فریسیان به اونها بگه نه، در مقابل سکه های نقره، اون سکه نقره‌ای که باهاش قرار گذاشتن. بعدن این کارو کرد، رفت همه رو ریخت توی هیکل، گفت نمیخوام، بهش گفتن که به ما مربوط نیست، مال خودته، خودت کردی، میخواستی نکنی، دیر پشیمون شد. ولی میتونست بگه نه. فکرشو بکنین اگه یهودا میگفت نه، الان میتونست یکی از شاگردان باشه، الان ما میتونستیم شاید یه رساله‌ای، شاید مثل متی که انجیل نوشت، شاید مثل پتروس که رسالات داره، شاید ما یه رساله‌ای هم از یهودا داشتیم. البته رساله‌ای که از یهودا داریم این یهودا نیست، چون قبل از صلیب عیسی مسیح ایشون خودش رو حلق‌آویز کرد. ولی میتونست بگه، میتونست خادم امینی باشه، میتونست به نفس خودش، به وجدان خودش، به اون دل که هرس میزد، دائما زیاده خواهی داشت، میتونست به همه اینها بگه نه، ولی متاسفانه گفت بله. نه باعث حفاظت ماست، نه و اعلام کردن اون با اقتدار و قوت نسل ما، آینده ما، خانواده ما، وجود ما، اون مس و خوانده شدگی و دعوت ما رو حفظ میکنه. بله. نه ما رو از خودکشی حفظ میکنه، از غم و افسردگی. حال نمیدونم چه بلایی سرش اومد، چی تو فکر یهودا بود، ولی پشیمون شد. فرصت داشت ولی فرصت رو از دست داد. و واقعا میبینیم در مقابل خیانت و مرگ یهودا، پتروس هم خیانت کرد. هر دوشون خیانت کردن و الان آیاتی رو میخونیم. پتروس هم به مسیح خیانت کرد. در حقیقت پتروس سه بار مسیح رو انکار کرد. سه بار بعد میگفت نه، او رو میشناسم، گفت نه نمیشناسم. بعد یهودا رفت خودش خفه کرد، ولی پتروس رفت خودش رو مخفی کرد. تو اون مخفیگاه شد، خیلی فکر کرد، پشیمون شد، نادم شد، آیا فرصتی هست، آیا چی پیش میاد. من انجیل مرقس باب 14 آیات 66 تا 72 رو براتون قرائت میکنم. و در وقتی که پتروس در ایوان پایین بود، یکی از کنیزان رئیس کهنه آمد و پتروس را چون دید که خود را گرم میکند، بر او نگریسته گفت تو نیز با عیسی ناصری می بودی. او انکار نموده گفت نمیدانم و نمیفهمم که تو چه میگویی. و چون بیرون به دهلیز خانه رفت، ناگاه خروس بانگ زد و بار دیگر آن کنیزک او را دیده به حاضرین گفتن گرفت که این شخص از آنهاست. او باز انکار کرد و بعد از زمانی حاضرین بار دیگر به پتروس گفتند در حقیقت تو از آنها میباشی، زیرا که جلیلی نیز هستی و لهجه تو چنان است. پس بلند کردن و قسم خوردن شروع نمود که آن شخص را که میگویید نمیشناسم. ناگاه خروس مرتبه دیگر بانگ زد. پس پتروس را به خاطر آمد آنچه عیسی بدو گفته بود که قبل از آن که خروس دو مرتبه بانگ بزند، سه مرتبه مرا انکار خواهی نمود. و چون این را به خاطر آورد بگریست. بله، در اینجا انکار پتروس رو میبینیم. پتروس بیشتر با این موضوع درگیر بود که مردم در مورد اون چی فکر میکنن. چند تا کنیز بودن، آدم های عادی بودن، حالا چه میگن، سربازان نیومدن، رئیس کهنه نیومد، نمیدونم از طرف پادشاه، لشکر پادشاه نبودن که بیان بگیرنش. ولی میبینیم که برای حفظ جان خودش از همون کنیزها میترسه و انکار میکنه. به ترس ها میبایستی نه میگفت و به مردم میگفت بله من او را میشناسم. پتروس واقعا بالاخره این کارو کرد. آره، پتروس بالاخره به ترسش غلبه کرد کاملا. ولی اون لحظه گیج شده بود. چند نفر سه بار اومدن بهش گفتن، مونده بود چه کار بکنه. ولی بالاخره همونطور که شما هم گفتین توبه میکنه و توبه پتروس خیلی دیر نبود. فرصت داشت. پتروس یاد گرفت به بله نبگه. وقتی که این رو یاد گرفت، بعد میبینیم که پتروس یک خادم قدرتمند شد، قدرت با قوت روح خدا. و بعد میبینیم به طور خارق‌العاده خدا اونو به کار میبره و مورد استفاده قرار میگیره و زندگیش و حتی مرگش با جلال هست، پر از جلاله. و چه خدمات شایان توجهی انجام میده، چطور خدمت میکنه و باعث جلال نام خداوند میشه. بله، ای کاش یهودا این کارو میکرد،
ای کاش من و شما این کارو بکنیم، ای کاش هر کدوم از ما یاد بگیریم از این کلمه استفاده کنیم. اول به خودمون، اول تو آینه، اگه تو چشمای خودت نگاه نکنی و به خودت و نفست نگی نه، نمیتونی جلوی هیچ کس دیگه بایستی، تو چشماش نگاه کنی و به اون بگی نه. شخص دیگه ای هست در کتاب دوم تیموتائوس، در رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس، به نام دیماس که میخوام چند آیه براتون بخونم. دیماس هم یه نفر دیگه بود که ظاهراً قدر موقعیتش رو نمیدونست خدا چه فیضی بهش داده و نمیدونست باید چطور رفتار بکنه. براتون میخوام بخونم از دوم تیموتائوس باب 4 آیات 9 و 10، در واقع آیه 10 فقط و اینو هم براتون میخونم. سعی کن که به زودی نزد من آیی، زیرا که دیماس برای محبت این جهان حاضر مرا ترک کرده به تسالونیکی رفته است و کریکیس به قلاتیه و تیتوس به دلماتیه. چه اسمای عجیب و غریب، ولی ظاهراً اون موقع این اسما خیلی عامیانه بوده، مثل حالا که ما از ونکوور و پاریس و یا لس آنجلس حرف میزنیم، این اسامی هم شاید برای اونها یه خورده قلمبه سلمبه بود. ولی دیماس دنیا رو دوست داشت. دیماس قدر ندونست که پیش بزرگترین رسول تاریخ شاگردی کرده بود. واقعا من فکر میکنم هر کدوم از ما، هر خادم خدا، هر کسی که از کلام خدا یه خورده میخونه و میفهمه، با خودش میگه ای خدا ای کاش من یه دقیقه میتونستم با پولس رسول حرف بزنم، ای کاش من میتونستم برم زندان دیدنش، ای کاش من میتونستم یه جوری یه تماسی بالاخره با این پولس رسول ایجاد بکنم و بتونم از حرفاش بشنوم، از اون چیزی که تو دلش بود. مثلا اول قرنتیان باب 13 اونجا که راجع محبت حرف میزنه، ای کاش من میتونستم این از دهن خودش بشنوم. دیماس همچین موقعیتی رو داشت، ولی میره دنبال دنیا، دنیا که دشمن ماست. احتمالاً یا بیزینسمن بوده یا مغازه داشته یا کاسبی خوبی داشته، ولی دنبال پولس را نمیافته. دیماس میتونست مثل تیموتائوس باشه، دیماس میتونست شاگردی باشه مثل تیموتائوس که پولس بهش افتخار میکنه و رسالات مینویسه. یکی دوتا ممکنه ما میتونستیم رساله پولس رسول به دیماس رو هم داشته باشیم که اینجور منفی راجبش ننویسه. واقعا آرزوی من اینه که در دفتر حیات در آسمان، در اون دفتری که اعمال ما نوشته میشه، اینو ننویسن که شهریار به خاطر محبت این جهان حاضر منو ترک کرد، یا شما دوستم یا دیگری ترک کرد پیروی عیسی مسیح رو، یا شاگردی یک خادم خدا رو ترک کرد و رفت دنبال کاسبی، دنبال پول و دنبال دنیا. چیز وحشتناکیه که دیماس متاسفانه از دست داد. بله، البته دنبال کار و کاسبی درسته، میبایستی باشه. کلام خدا میگه کسی که کار باشه نکنه نان هم نخوره. ولی ماجرایی که شهریار میگن کاملا اینه که وابستگی، بله، شاگردی رو ترک کردن، بله، استادش رو ترک کرد. گنج گرانبها، همه ما هم کار میکنیم، همه ما هم دنبال کاسبی هستیم، ولی از پیروی مسیح باز نزدیم. و خادمین خدا، بزرگان خودمون و پدران ایمان خودمون رو پیروی میکنیم مسلما. خیلی ممنون که تعادل رو نه خواهش میکنم. شما کامل خیلی خوب توضیح دادیم، من فقط میخواستم یه ذره نظر بدم. کار بسیار خوب کرد. خواهش میکنم. یه قسمت از کلام خدا رو براتون قرائت میکنم در ادامه صحبت شهریار جان که راجب دنیا حرف زد، که دیماس برای محبت جهان حاضر ترک میکنه پولس رو، شاگردی پولس رو، خدمت خدا رو. و واقعا افتخاری بود، منم آرزو داشتم پولس رو وقتی این نامه ها رو مینویسه یا این سخنان رو بیان میکنه اون چهره نورانیش رو ببینم. از همون کاف دیدن ایماندارانی که روحانی ان، نورانی ان، در حضور خدا زیست میکنن، از کنارشون آدم رد میشه، برکت میگیره، چه برسه تعالیمشون هم بشنوه. و افسوس دیماس از دست داد. دیماس ها از دست دادن. حالا بسیاری افراد که واقعا مس الهی داشتن میتونستن، بله، به خاطر چشم و همچشمی، به خاطر اینکه حالا خانومم دوست نداره من خدا رو خدمت کنم یا بابا میخواد من دکتر بشم، به نوعی کلیسا رو ترک کردن، خدمتشون رو ترک کردن و رفتن تو دنیا و دیگه متاسفانه خبری ازشون نیست. افرادی رو که الان چند سال، ما بیش از 28 سال من در کلیسا هستم، ایمان آوردم، خیلی ها رو میشناسم که میگفتن من میخوام کشیش بشم، من میخوام میسیونر بشم، من اینم، من اونم،
دیگه نمیبینیمشون. توی طبیعت انگار گم شدن. دیگه خاطره ای نداریم. ولی در کنارش افرادی داریم از همون روزای اولی که تو کلیسا هست، همون 28 سال پیش، هنوز که هنوز خدا رو خدمت میکنه، وفادار مونده، هنوز که هنوز. و همین امروز فردا من دیدن عزیزی بعد برم که نزدیک 20 سال ندیدمش که از ایران خارج شدیم، و ایشون کشیش کلیسا داره، شبانه یک کلیساست، منم کشیشم در ونکوور کانادا، شبانه کلیسای نور عالم هستم، میریم که همدیگر رو ببینیم بعد از 20 سال، شاید همین فردا پس فردا باشه احتمالا. و این یک شنبه در کلیساشون صحبت خواهم کرد. خودم از حالا هیجان زدم، نمیدونم چه اتفاق میفته ایشون رو ببینم و خیلی دوستان دیگه. بله، من تو هم دقیقاً داشتین صحبت میکردین یاد این برادر افتادم، و چقدر زیباست که این خدای امین وفادار و نیکو رو نسبت بهش امین وفادار باقی بمونیم. من گفتم در کنار همه چیزای منفی بذار چند تا نکته مثبت هم بگیم. بله، از افرادی که وفادار موندن و به خدا بله گفتن و به شیطان بله. واقعا شادی میکنیم وقتی میشنویم عزیزانی وفادار در ایمان سالها باقی مونده و الان دارن خدا رو خدمت میکنن. آمین. چقدر باعث افتخاره. آیایی که براتون میخوام آیاتی رو قرائت کنم، اول یوحنا باب 2 آیه آیات 15 تا 17 هست. یوحنا 2:15-17. دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست. زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از جهان است، و دنیا و شهوات آن درگذر است، لکن کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند. کلام خدا صحبت میکنه برای ما از سه دشمن. ما ایمانداران سه دشمن داریم، یکی نفس خودمونه، یکی دنیاست که میبینیم حالا اسم بیچاره دیماس در رفت که به خاطر محبت این جهان حاضر ترک میکنه پولس رو، و یکی شیطان هست. چیزی که ما باید در نظر بگیریم در مورد نگفتن، اول از همه به خودمون نبگیم، با خودمون بیرحم باشیم، و وقتی که به خودمون نمیگیم خیلی جدی شده، بارها سر خودم داد زدم مینا بس نه، و واقعا باعث برکت بوده، چون واقعا کمکم کرد از جایی که فکرام داشت میرفت، از جایی که شاید داشتم اشتباه میکردم باز ایستادم. به خودمون، به نفسمون نبگیم، به این دنیا که دومین دشمن ما هست نبگیم که ما رو غرق میکنه، ما رو میبلعه، در خودش میکشه، فرو میکشه مثل دیماس، و به مردم، موقعیت ها که همه تو این دنیا هستن، و به شریر یک نهی محکم باید بگیم که نه، دور شو از من ای شیطان. کلام خدا میگه دشمن ما شیطان مثل شیر قرآن میچرخه تا یکی رو پیدا بکنه و ببلعه، و چقدر ما باید مواظب باشیم و در برابر چنین دشمنانی محکم بایستیم، نبگیم، و در نام عیسی مسیح اونها رو دور نگه داریم از خودم. یه نکته رو من فقط یادآوری بکنم قبل از اینکه فرصت چند دقیقه هم که داریم تموم بشه. وقتی میگیم که دنیا برای ما دشمنه و این دنیا رو باید بهش نبگیم، حالا منظور چیه؟ بعضیا شاید متوجه نشن، یا مثلا کنار ساختمونا باید وایسیم یا کنار توی پارک چیزی و به دنیا بگیم نه. اون قدرت حاکم بر دنیا، اون نیرویی که ارزش‌های دنیا رو میذاره، که اگه تو پولدارتر باشی موفق‌تری، اگه تو زرنگ‌تر باشی بیشتر پول جمع کنی محبوب‌تری، اون ارزش‌ها، اون سیستم حاکم، سیستمی که در واقع حقنه میکنه به ما کی بزرگه کی کوچیک، کی موفقه کی ناموفق، که کاملا متضاده با تعلیم کتاب مقدس و کاملا تضاد داره و مخالفه با اون چیزی که قانون الهی و ملکوت خداست. این سیستم حاکم، این رو ما باید علیهش بایستیم. دنیا منظور واقعا فقط ساختمون و اینا نیست، ارزش هاشه، اون فرهنگیه که همه جا راه پیدا کرده، اینی که باید بگیم بهش نه. من خواستم فقط اینو توضیح بدم. خیلی ممنون، خیلی بازتر و بهتر. پس واقعا میبینیم که نه یک کلمه مسح شده است، پر از قدرته و میتونه ما رو رهایی بده از دست دشمنانمون. دشمنان، کلام خدا میگه که نبرد ما با جسم و خون نیست، بلکه با قدرت‌ها، ریاست‌ها و فوج‌های روحانی جهانداران، این ظلمت و فوج‌های روحانی شرارت. ما به نفس، به دنیا و به شیطان با قوت، با اقتدار، با صدایی رسا
خواهیم گفت نه و پیروزی از آن پیروزی از آن ما خواهد بود و خیلی آمین. محکم بله سرافراز و پیروز در نام عیسی مسیح پیروزی از آن ما خواهد بود. اگر شما چیزی ندارین اضافه کنیم میتونیم از نه وقت ما تموم میشه و بهتر خداحافظی کنیم. منتظرتون هستیم، صحبت ما ادامه داره و به قسمت‌های خیلی هیجان انگیز دیگه‌ای خواهیم رسید. تا برنامه دیگه خدا نگهدارش. خدا نگهدار.